آفرین ناصمی همکارم اینجا در استودیو با ما حضوری که انتظارات بسیاری رو به دنبال داشت. بیشتر بهمون از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای بگو فرین. ناجی، همونطور که گفتی آیت الله خامنه‌ای بعد از 8 سال سخنرانی کرد و آخرین سخنرانیش مربوط به سال 80 بود که زمانی که بهار عربی اتفاق افتاده بود. معمولا در زمانی که بحران‌هایی در کشور به وجود میاد و همچنین از خارج از کشور برای ایران بحران‌هایی به وجود میاد، آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه شرکت می‌کنه. یکی از این مثال‌ها رو می‌تونیم سال 88 بگیم، بعد از اعتراض‌هایی که به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 شد، آیت الله خامنه ای اومد در نماز جمعه شرکت کرد. صحبت هایی که امروز کرد تقریبا از نظر تحلیلگران صحبت های غیر قابل پیش بینی نبود. قبل از اینکه امروز آیت الله خامنه ای در این خطبه ها شرکت بکنه، تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که احتمالاً از سپاه دفاع خواهد کرد، از قاسم سلیمانی تقدیر خواهد کرد و دقیقاً همین صحبت ها رو کرد. چیزی که در موردش خیلی دیر صحبت کرد، تقریبا حدود نیم ساعت 40 دقیقه بعد از اینکه صحبتاشو شروع کرد، در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی به دست سپاه بود که با موشک‌های سپاه ساقط شده بود. گفت که همدردی میکنه با خانواده ها و گفت که این حادثه دلش رو سوزانده، ولی خیلی تاکید داشت روی این مسئله که باید به فکر منافع ملی هم بود. یه بخشی از صحبتاش رو با هم بشنویم در مورد این حادثه. من همینجا لازم است صمیمانه بار دیگر با اصحاب این مصیبت همدردی کنم، در غم آنها ما شریک هستیم، و تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود، در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادند، بر خلاف آنچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدند. مادر یکی از همین عزیزانی که در این هواپیما بودن به من نامه نوشته، اظهار کرده که ما پای جمهوری اسلامی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم. اینها شجاعت میخواد، اینها فهم و بصیرت میخواد، و واقعا با همه وجود انسان در مقابل این جور شخصیت هایی احساس تکریم و تعظیم میکنه. اینجا باید اضافه کنم ناجی، در روزهای گذشته ما گزارش هایی داشتیم از طرف خانواده های کشته شدگان در این هواپیما که میگفتن که تحت فشار قرار گرفتن از طرف حکومت که در مراسم حکومتی که برگزار میشه شرکت بکنن. یا حتی یک موردی بود امیر حسین سعیدینیا که در تلویزیون خانوادهش رو ازشون فیلم برداری کردن و مجبورشون کرده بودن که تقدیر بکنن از آیت الله خامنه ای به خاطر پیامی که برای تسلیت داده بود. این صحبتی هم که الان آقای خامنه‌ای کرد احتمالاً اشاره به همون مسئله داشت. ولی یه موضوع دیگه‌ای که خب خیلی انتظارش میرفت که در موردش صحبت بکنه قاسم سلیمانی بود که خب بعد از اینکه کشته شد، حتی آقای خامنه‌ای خیلی گفت که بهش نزدیکه، خیلی تقدیر کرد ازش. امروز هم دوباره در صحبتاش از قاسم سلیمانی تقدیر کرد. تظاهراتی که برگزار شده بود برای تشییع جنازه‌اش رو خیلی باشکوه نامید و گفتش که این یک نمایش قدرتی بود برای اینکه آمریکا بدونه که مردم دقیقاً در ایران چه فکر می‌کنن، و کشته شدن قاسم سلیمانی رو هم از طرف آمریکا خیلی بزدلانه نامید. بشنویم ببینیم گفتگو صحبتاشو در این زمینه. اینها کسی را که سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت میتوانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد، به یک منطقه ای که در محاصره 360 درجه‌ای دشمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه میشود، در محاصره کامل دشمن. جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند، چشمشون که به
حاج قاسم سلیمانی میفته جان پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن، محاصره رو از بین میبرن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟ فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده، این رو ترور کردند در میدان، روبروی جنگ با او مواجه نشدند، اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا او رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد. بخش مهمی از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رو این موضوع اختصاص می‌داد، همونطور که از پوسترها هم برمی‌آمد، تمرکز اصلی بر مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی بود. بیشتر در مورد نقش آمریکا هم در قسمت‌های از صحبتش اشاره کرد. آره دقیقاً این پوسترهایی که بهش اشاره کردید، در تمام طول سخنرانی ما می‌دیدیم که تصویر قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس که کشته شدن با هم عراق اونجا دیده میشد و خب آیت الله خامنه‌ای خیلی راجع بهش صحبت کرد. حتی از سپاه قدس هم که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بود خیلی تقدیر کرد و گفت که اینها رزمندگان بدون مرز هستند. همچنین گفت که ایام الله بوده، حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق بعد از اینکه قاسم سلیمانی کشته شد و به نوعی انتقام ایران بود که آیت الله خامنه‌ای قبلا اون رو سیلی سخت نامیده بود به آمریکا. گفت این ضربه به آمریکا بود، آبروی آمریکا رفته در اینجا و فریاد انتقام مردم در مراسم تشییع قاسم سلیمانی سوخت موشک‌هایی شد که پایگاه‌های آمریکایی رو زیر و رو کردن. واکنشی هم داشت به آمریکا که می‌تونیم با هم ببینیم صحبت‌هاشو. دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستند. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن؟ یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو؟ سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید. این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد اینکه آمریکا در کنار میگه در کنار مردم ایران میسته، در حالیه که خب می‌بینیم که از آبان تا حالا بعد از اعتراض‌های آبان ماه و این اعتراض‌های دور جدید بعد از اعتراف سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌هاش، خیلی باعث خشم مردم شده و در خیابون‌ها می‌بینیم که شعارهایی که علیه آقای خامنه‌ای میدن بیشتر و بیشتر میشه و بیشتر این شعارها آیت الله خامنه‌ای رو تحت تاثیر یعنی خطاب اون هست و حتی بارها استعفاش رو خواستن. اشاره آقای خامنه‌ای به این صحبتایی که حالا هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری هم مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفتن که در کنار مردم ایران میستن، اعتراضاشون رو میشنون، حمایت میکنن و این صحبتش واکنشیه به اعلام همبستگی اونها با مردم ایران. متشکرم از تو فرناسمی اینجا در استودیو.